در پی مذاکرات مستقیم آمریکا با گروه طالبان، ظاهرا حکومت به نتیجه زودنگام این مذاکرات خوشبین نیست. رئیس جمهور غنی در حاشیه نشست مونیخ در گفتگو با بی بی سی میگوید پیشرفت اساسی در روند صلح در یک سال پیشرو امکان پذیر است و تنها گزینه برای طالبان پایان دادن و شریک شدن در انتخابات است. حرف زدن کافی نیست و عمل لازم است. اگر طالبان واقعا صادق هستند و می خواهند به جنگ خاتمه بدهند، بیایند در انتخابات شرکت کنند. در همین حال آقای غنی نگرانی ها از خروج احتمالی نظامیان آمریکایی و بی‌ثباتی احتمالی ناشی از آن در افغانستان را به اساس می داند. درباره خروج نیروها در ماه می و اپریل اغراق شده است. ما صحبت های سازنده با آمریکا داشتیم و معتقدم که دوستی ما در یک فضای جدید با آمریکا ادامه خواهد داشت. رئیس جمهور همچنان می گوید آغاز گفتگو بدون قید و شرط ممکن است، نه صلح بدون قید و شرط. ما گفتگوهای بدون شرط را مطرح کردیم، نه صلح بدون قید و شرط را. از سوی هم مشاور شورای امنیت ملی تأکید دارد که صلح در افغانستان آمدنی است، زیرا به باور حمدالله محب نبرد نیروهای امنیتی به یک هدف است و گروه طالبان هدف برای جنگیدن ندارند. نیروهای امنیتی ما برای $300 معاش نمی جنگند. آنان برای یک هدف مبارزه می کنند. آنان با پشتیبانی همکاران ما و میلیون ها افغان می جنگند تا از ارزش های ما دفاع کنند، در حالی که طالبان هدفشان برای جنگ را از دست دادند و نمی دانند برای چه می جنگند. با این همه اما و اگرها دیده شود که فرجام تلاش‌های جهانی در روند صلح افغانستان را به این هدف خواهد رساند